درود بر شما، من هومن شهبندی هستم از گروه خبری سایت اختر نیوز از بروکسل. همراه شما هستم در این بخش خبری با چند خبر کوتاه. مایکل آرون سفیر بریتانیا در یمن میگوید که حوثی‌های یمن با تغییر مواد درسی در دبستان‌ها به جذب کودکان برای رفتن به جبهه‌های جنگ مشغولند و دانشجویان را هم برای ادامه تحصیل به قم در ایران می‌فرستند. آرون در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق الاوسط در این مورد گفت که ادامه کنترل حوثی‌ها بر پایتخت یمن باعث افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور جنگ زده شده است. شرکت بیوتکنولوژی مدرنا اعلام کرد که واکسن‌های کووید 19 در برابر گونه‌های جدید ویروس کرونا در بریتانیا و آفریقای جنوبی یافت شدند کارایی دارند. این شرکت آمریکایی در عین حال خبر داد که به آزمایش‌های خود ادامه می‌دهد تا یک دوز کمکی در رابطه با گونه‌های یافت شده این ویروس تولید کند. و خبر آخر در این بخش خبری، دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنانی خطاب به رهبران جهان در مورد دو تهدید چالش برانگیز قرن، یعنی همه‌گیری کرونا و تغییرات اقلیمی، هشدار داد و آمریکا و چین را به عنوان بزرگترین و قدرت‌ترین کشورهای اقتصادی عامل دو قطبی شدن دنیا دانست. آنتونیو گوترش با حضور در نشست مجازی مجمع اقتصادی داووس گفت که بشریت نمی‌خواهد تراژدی بحران سال 2020 را تکرار کند. گوترش در این نشست یادآوری کرد که ما باید در سال 2021 به این نقاط ضعف بپردازیم و دنیا را به روال سابق بازگردانیم. از اینکه در این بخش خبری همراه من بودید از شما سپاسگزارم. تا فردا مواظب و مراقب خودتون باشید.